آها اساس سیستم کل بدن هستند. اگر کف پای یا پاشنه پای شما درد کند، این درد به تمامی بدن شما منتقل می شود. برای درمان درد پاشنه پا، ابتدا باید پی ببرید که دلیل بروز این درد چیست و لازم است به سایر علائمی که با درد پاشنه پا همراه هستند توجه کنید. با رسیدگی زود هنگام به مشکل خود می توانید از بروز آسیب پایی بیشتر و پای خود جلوگیری کنید. برای درمان درد پاشنه پا روش های درمانی مختلف وجود دارد. ادامه این موضوع. علت ها و دلایل درد پاشنه پا. حدوداً از 4 نفر 2 نفر آن در معرض ابتلا به درد پاشنه مبتلا هستند. هر کسی ممکن است به درد پاشنه دچار شود. علت بروز درد پاشنه پا در اطفالان. این بیماری بر اثر التهاب صفحات رشد استخوانی در پاشنه و همچنین دادون آشیل ایجاد می شود. هرچند التهاب دادون آشیل نیز موجب فشار به پاشنه می شود، اما علت بروز این درد عمدتاً التهاب صفحات رشد استخوانی در پاشنه است. این التهاب نه در زیر پاشنه بلکه بیشتر در قسمت عقبی پاشنه ایجاد می شود. در بزرگسالان علت بروز درد پاشنه التهاب فاسید پلانتار در کف پا و خار پاشنه می باشد. این عارضه در بین ورزشکاران، هم زنان و هم مردان و خصوصا دوندگان بیشتر شایع است. موارد زیادی می تواند موجب بروز درد پاشنه شود. درد پاشنه می تواند بر اثر انجام فعالیت های سنگین و افزایش وزن که موجب ایجاد فشار مضاعف به کف پا می شود، در موارد نیز درد پاشنه به مشکلات بیماری های دیگر مبتلا است مربوط می شود، از جمله آرتروز، شکستگی های فشاری، شکستگی ناشی از ضربه، تومورهای استخوانی، کیس، التهاب دادون آشیل. یکی دیگر از علل های عمده بروز درد پاشنه مشکلات بیومکانیکی در پا می شود. بیماری ها و مشکلات بسیاری می تواند موجب بروز مشکلات بیومکانیکی در پا شود. علایم همراه با درد پاشنه پا. معمولا اولین چیزهایی که بیمار در مورد علایم خود شرح می دهد درد شدید پاشنه پا است. این درد معمولا در هنگام برداشتن اولین قدم ها پس از بیدار شدن از خواب شدید تر است و همچنون که شما برای رفتن ادامه می دهید کم کم بهتر می شود. اما در صورتی که برای مدت بنشینید و مجددا شروع به راه رفتن بکنید، این درد در قدم های اولیه شدید است. درد پاشنه در نوع درد های متنوعی است، به این معنا که درد مدتی تسکین پیدا می کند و مجدداً در دوره‌های تشدید می شود. افرادی که به درد پاشنه دچار هستند اغلب اظهار می کنند که این درد شبیه به درد دندان است و گاهن تا قوس کف پا منتشر می شود. این درد ممکن است به دفعات زیاد با یک دوره استراحت تسکین پیدا کند، اما بعد از مدتی دوباره عود می کند. در واقع این درد یکی از مشکلات آزاردهنده ای است که بدون رسیدگی هرگز به طور کامل برطرف نمی شود. روش های تداوی درد پاشنه پا. استراحت. حدالامکان به پای آسیب دیده استراحت بدهید. از پیاده روی های طولانی یا استادن در دراز مدت خودداری کنید. البته باید تمرین های کششی عضله های کف پا و ساق پا را به طور مرتب انجام دهید. موسکین. داروهای غیر استروئید ضد التهاب NSAID مانند ایبوپروفین درد را تسکین می دهد. درد پاشنه برخی از بیماران نیز با کمپریس یخ تسکین می یابد. و بیمار توصیه می شود تا کیسه یخ را به مدت 5 تا 10 دقیقه روی پاشنه دردناک قرار دهد تا درد التهاب و تسکین یابد. البته کیسه یخ نباید مستقیم روی پوست گذاشت و آن را باید در حوله پیچید و سپس روی موضع دردناک قرار داد. اگر کیسه یخ ندارید می توانید از یک بسته سبزیجات منجمد استفاده کنید. ورزش درمانی. متخصص انجام تمرین هایی را به بیمار توصیه می کند که عضله های ساق پا و پلانتار فاسیا یعنی نوار بافتی در امتداد کف پا را تحت کشش قرار می دهد. این تمرین های کششی درد را تسکین می دهد و انعطاف پذیری پای آسیب دیده را افزایش می دهد. در ادامه انجام روش کششی را توضیح می دهیم. کشش با حوله. حوله بلند را کنار تخت بگذارید. صبحگاه قبل از آن که از تخت پایین بیایید، حوله را دور کف پا بیاندازید. از دو سر حوله بگیرید و پنجه را با حوله به سمت بدن بکشید. زانو را باید هنی انجام حرکت صاف نگه دارید. این حرکت را 3 بار برای هر پا تکرار کنید. کشش مقابل دیوار. هر دو دست را به ارتفاع شانه روی دیوار قرار دهید. یک پا را جلوتر از پای دیگر بگذارید.
فاصله پای جلو تا دیوار باید حدود 30 سانتی متر باشد. زانوی پیش را خم کنید و پای عقبی را صاف نگه دارید. تا حدی به طرف دیوار خم شوید که کشیده و سخت شدن عضله های ساق پشت پا را حس کنید. سپس به حالت اولیه برگردید. این حرکت را 10 بار تکرار کنید. سپس جای پاها را عوض کنید و مراحل را از ابتدا شروع کنید. کشش روبروی دیوار را 2 بار در روز انجام دهید. کشش روی زینه. روی پله رو به سمت زینه بایستید و برای حفظ تعادل از استوانه بگیرید. پاها را اندکی از هم باز کنید. پاشنه ها نباید روی پله ها باشد و باید اندکی آویزان باشد. پاشنه ها را تا جای پایین ببرید که در عضله های ساق پا احساس کشش کنید. 40 ثانیه در این حالت بمانید، سپس پاشنه ها را به حالت اولیه برگردانید. این حرکت را 2 مرتبه در روز، هر مرتبه 6 بار تکرار کنید. کفش. دکتر عمومی یا پودیاتریست از بیمار می خواهد تا کفش خود را عوض کند. پوشیدن کفش های تخ توصیه نمی شود چون این کفش ها از پاشنه پا حمایت نمی کنند و در نتیجه درد پاشنه تشدید می شود. بهترین کفش ها کفش های با پد محافظ پاشنه هستند که به خوبی از قوس کف پا نیز حمایت می کنند. پوشیدن کفش های پاشنه بلند نیز دستگینی کوتاه مدت یا دراز مدت درد را به ارمغان می آورد چون کفش پاشنه بلند فشار روی پاشنه ها را کاهش می دهد. البته پوشیدن کفش پاشنه بلند در دراز مدت باعث عود کردن درد پاشنه می شود. متخصص پا کفش طبی مناسب را توصیه می کند. قرص و کفی طبی. قرص کفی طبی که داخل کفش قرار داده می شود تا از کف پا حمایت کند و به بهبود پاشنه کمک کند. کفی های آماده را می توان از فروشگاه لوازم ورزشی بزرگ خریداری کرد. متخصص پا نوع مناسب کفی طبی را توصیه می کند. اگر واکنش به درمان نشان ندهد و مرتب بروز یابد یا اگر ساختار یا شکل پا غیر طبیعی باشد کفی سفارشی ساخته می شود. کفی طبی سفارشی دقیقا مناسب با شکل پا تهیه می شود. با این حال هیچ گونه شواهد دال بر مفیدتر بودن و موثرتر بودن کفی سفارشی از کفی های آماده وجود ندارد. تزریق کورتیکواستروئید. اگر درمان علایم دردناک را تسکین ندهد متخصص تزریق کورتیکواستروئید را توصیه می کند. کورتیکواستروئید دوایی با اثر ضد التهاب قوی است. البته این دوا باید با احتیاط مصرف شود چون مصرف بیش از حد آن عوارض جانبی جدی مانند افزایش وزن و فشار خون بالا را به دنبال دارد. در نتیجه دکتران معمولا توصیه می کند که در سال بیش از 3 تزریق کورتیکواستروئید بر روی هر نقطه از بدن انجام نشود. به حسی موضوعی قبل از تزریق کورتیکواستروئید انجام می شود تا کف پا بهیس شود و بیمار هیچ درد را حس نکند. شوک تراپی. در صورتی که درد پاشنه پا نسبت به درمان های گفته شده پاسخگو نباشد ممکن است از شیوه های درمانی جدید به نام شوک تراپی یا درمان شوک خارج از بدن استفاده شود. تکنولوژی جدید شوک تراپی روش مؤثر در درمان مشکلات مزمن تادون و درد در ناحیه پاشنه پا می باشد. خصوصا اگر علت آن خار پاشنه باشد دو فرم کم انرژی و پر انرژی شوک تراپی وجود دارد که هر دو برای درمان دردهای ناحیه پاشنه مؤثر می باشند. شوک تراپی با اعمال ضربات کوچک و بافت های مورد نظر عمل می کند. این ضربات کوچک باعث تحریک پاسخ درمانی از طرف بدن می شود. این پاسخ درمانی موجب تشکیل مویرک های خونی و افزایش انتقال مواد مغذی در ناحیه مورد نظر می شود. تنها در موارد بسیار نادری انجام جراحی برای درمان درد پاشنه توصیه می شود. اما در صورت نیاز با انجام جراحی ساختار بافت یا نرم استخوان هر دو اصلاح می شود و طور معمول در حین انجام این جراحی فاسید پلانتار آزاد می شود و با بافت های غیر طبیعی که موجب بروز درد شده اند مانند نورما، بروسا یا تومور برداشته می شود. در صورتی که هدف از انجام جراحی اصلاح ساختار استخوانی باشد معمولا در حین جراحی زائد استخوانی پاشنه برداشته می شود و راستای قرارگیری استخوان هایی که از محور طبیعی خود خارج شده اند اصلاح می شود. پیشگیری.
بهترین راه برای پیشگیری از درد باژینه پا پوشیدن کفش‌های مناسبی است که به خوبی از قوس کف پا پشتیبانی می‌کند. ورزشکاران می‌توانند با پوشیدن کفش مناسب با انجام حرکات کشیشی از بروز درد باژینه پا پیشگیری کنند. در صورتی که درد باژینه پای خود کم احساس درد یا ناراحتی می‌کنید، باید بدانید این درد عادی نیست و نباید آن را نادیده بگیرید. بنابراین در صورت بروز هر گونه درد لازم است سریعاً دست به کار شوید و به دکتر متخصص مراجعه کنید. در صورتی که اجازه دهید درد پاشنه پای شما شدت پیدا کند و از کنترل خارج شود، دچار مشکلات عدیدی دیگر خواهید شد. توصیه های همیشگی متخصصین این است که با بروز هر گونه درد در ناحیه پا به متخصص پا مراجعه کنید.